تحت رهبري سابق رئيس حزب نهضة الإسلام مجاهدين كبير كي سوء استفاده از من منصب های خدمتی خود و زرخرید خواجگان خود که آنها چی گونه کارهای پست را برای شأن و شرف انسان انجام دادند. واقعا چه خیلی که بزرگان میگویند اگر اشتباه کردن روح اصلاح خود را طلب کند، لیکن شخصی که خیانت کرده است هیچ وقت آن را بخشیده نمیشد. و من از همین فیلم مستند حجتی خیانت خلاصه برداشتم که اون سالهای 92 که انمین محی‌الدین کبیری و دیگر خواجگان زرخریدی اون که از دولت‌های خارجه به واسطه آنها میباشند برای ملت ما یک بسیار یک ننگی وای است که ما حقوق پایمالشوی حقوق و آزادی های انسان را در اینجا مشاهده کردیم. و ما جوانان امروز در یک دیاری صلح و ثبات، آرام و تنج و آرام زندگی کردیم. هدف از تماشای این فیلم از چی است؟ ما باید به جوانان امروز باید فهمانیم که این خوینان ملت، این خواجگان زرخرید ملت برای یک پول نوچیز که به دولت و ملت خود خیانت کرده میخواهند که واقعه های سالهای 92 بار دیگر تکرار کنند، هیچ گاه ما راه نمیدهیم. یعنی در روحی وطن دوستی، افتخار ملی، خشتن شناسی ما جوانان خوانندگان را وادار میسازیم که این گونه رفتارهایی که سالهای 92 کردند تا امروز آن افراد، آن فتنه و دسیسه هایی که آنها میسازند هیچگاه راه نمیتیم.